کتاب خاطرات ملکه پهلوی، تاج الملوک آیرملو، همسر اول رضا شاه، مادر محمد رضا شاه پهلوی. مصاحبه کنندگان: ملیحه خسروداد، تورج انصاری، محمد علی باتمانگولیج، ناشر، مؤسسه انتشارات بهافرین. اگر تا الان من رو سابسکرایب نکردید، با زدن دکمه پایین ویدیو با من همراه شید که در اینجا من از زنان تاریخ ساز و موفقی که در طول تاریخ نادیده گرفته شدن رو به شما دوستان عزیزم معرفی میکنم. باشد که توانسته باشم قدمی هرچند کوچک برای بانوان سرزمینم برداشته باشم. با من همراه باشید. آخرین روزهای رضا شاه، قسمت 11. بعد از جنگ جهانی دوم به شرکت‌های نفتی یک رقیب تازه نفس اضافه شد و آن فروشندگان اسلحه بودند. شما خیال می‌کنید چند دفعه که به طرف محمد رضا تیر انداختند، این تیراندازی‌ها از جانب چه کسانی بود؟ به محض آنکه یک نافرمانی می‌دیدند تیر می‌انداختند. ماجراهای تیراندازی به طرف محمد رضا همه از طرف نفتی‌ها بود. شما ملاحظه کردید به محض آنکه محمد رضا چند بار جلوی این شرکت‌های نفتی ایستاد چه اتفاقاتی افتاد؟ همین جنجال سال 56 از موقعی شروع شد که محمد رضا مصاحبه کرد و گفت که ایران من بعد به چشمابی ها باج نمی دهد و ما می خواهیم خودمان بر سرنوشت خودمان حاکم باشیم و دیگر حاضر نیستیم نفت خام بفروشیم. همه این امرای ارتش و رجال سیاسی مملکت با خارجی زد و بند داشتند و اصلا بعضی از آنها مثل جمشید آموزگار تبعه آمریکا بودند. بله، خیلی ها نمی دانند که بسیاری از این آقایان تبعه آمریکا یا انگلستان و به اصطلاح معروف دو ملیتی بودند. گاهی اوقات بعضی اشخاص که به ما وفادار بودند می آمدند و اطلاع می دادند که هر شب در منزل سفیر آمریکا یا سفیر انگلستان یا فلان کشور خارجی جلسه است و آقایان وزرا و امرای ارتش با سفیر کبیر آمریکا یا انگلیس مشاوره و رایزنی می کنند و خط و ربط می دهند و خط و ربط می گیرند. ساواک هم هر روز صبح اول وقت گزارش این ملاقات ها را روی میز کار محمد رضا می گذاشت. من البته در جریان ریز کارها نبودم، به خصوص از سالهای 1340 به بعد زیاد در امر سیاسی مملکت تحقیق و بررسی نمی کردم و دنبال استطلاع از امورات کشور نبودم، اما جسته و گریخته در جریان مسائل قرار می گرفتم. یک روز محمد رضا که خیلی ناراحت بود به من گفت مادر جان، مرد شور این سلطنت را ببرد که من شاه و فرمانده کل قوا هستم و بدون اطلاع من هواپیماهای ما را بردن ویتنام. آن موقع جنگ ویتنام بود و آمریکایی‌ها که از قدیم در ایران نظامی داشتند هر وقت احتیاج پیدا می‌کردند از پایگاه‌های ایران و امکانات ایران با صلاحدید خود استفاده می‌کردند و حتی اگر احتیاج داشتند از هواپیماهای یدکی‌های ما استفاده می‌کردند برای پشتیبانی از نیروهای خودشان در ویتنام. حالا بماند که چقدر سوخت مجانی می‌زدند و اصلاً کل بنزین هواپیماها و سوخت کشتی‌هایشان را از ایران می‌بردند. همین آقای ارتشبر نعمت‌الله نصیری که ما به او می‌گفتیم نعمت خرگردن و یک گردن کلفتی مثل خر داشت، می‌آمد خدمت محمد رضا و گاهی من هم در این ملاقات‌ها بودم. می‌گفت آمریکایی‌ها فلان پرونده و فلان اطلاعات را خواستند. محمد رضا می‌گفت بدهید. آن موقع شوروی نسبت به ایران موضع خونسا داشت، یعنی چون می‌دانست که ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی و مخازن نفتی جزو مناطق حیاتی آمریکاست و آمریکا کلاً به منطقه خاورمیانه حساس است، کاری نمی‌کرد که حساسیت آمریکا برانگیخته شود. اما این موضع خونسا نسبت به ایران باعث نمی‌شد در رقابت که با آمریکا داشتند کار اطلاعاتی خودشان را تعطیل کنند. محمد رضا به ساواک اجازه داده بود که هر چه آمریکایی‌ها احتیاج دارند به آنها بدهند. البته شما می‌دانید که ساواک را خود آمریکایی‌ها درست کرده بودند. محمد رضا می‌گفت من باید احترامم دست خودم باشد. وقتی آمریکایی‌ها احترام می‌گذارند و رعایت اخلاق را می‌کنند و رسماً از ما اطلاعات می‌خواهند، ما باید خواست آنها را فراهم کنیم.
چون آنها با قدرتی که دارند خیلی راحت می توانند این اطلاعات را کسب کنند. محمد رضا خصوصی به من می گفت همین رئیس ساواک و معاون او و مدیران ارشد همه ایشان با آمریکایی‌ها ارتباط دارند و برای حفظ ظاهر می آیند و از من اجازه می خواهند. در حالی که قبل از کسب اجازه اطلاعات مورد نیاز را به آمریکا و انگلیس رد کردند. بعضی وقتا هم آمدن قدرت نمایی می کردن. مثلا در حالی که ما نمی دانستیم محمد رضا بیماری معده دارد، سفیر کبیر انگلیس می آمد و پیشنهاد می داد اعلیحضرت برای معاینه پزشکی و معالجه به لندن برود. من می خواهم اعتراف کنم، یک اعتراف صریح برای ثبت در تاریخ. خلاصه بگویم که بعد از این همه سال که به خاطر 20 سال سلطنت شوهرم و 37 سال سلطنت پسرم، یعنی بالغ بر 57 سال از نزدیک در جریان کورانهای سیاسی و مسائل ریز و درشت مملکت بودم، هیچ سر از سیاست و پیشیدگی های آن در نیاوردم. باور بفرمایید که ما هنوز هم نمی دانیم که چه شد حسن علی منصور را تیر زدند و مقتول ساختند. یک عده تاریخ نویس و روزنامه نویس و افراد مغرض آمدند و میگویند منصور چه و چه و چه بود و او را برای این تیر زدند که چه و چه و چه. راستش همچی که منصور آمد و انگشت خود را در لانه زنبور فرو کرد، نیش خورد و این لانه زنبور چیزی نبود جز نفت. منصور به خاطر افزایش درآمدهای ارزی و ریالی مملکت به کمپانی‌های نفتی فشار آورد تا نفت را گران‌تر بخرند و در داخل هم یک مقدار به نرخ بنزین و نفت مصرفی مردم اضافه کرد تا در مملکت اصلاحات اقتصادی انجام دهد. فوراً او را به گلوله بستند و مقتول ساختند. خب این وضعیت مملکت ایران بود و آن هم وضعیت رجال آن. حالا از کدامشان بگویم؟ محض اینکه سوال شما را بی جواب نگذارم، چند خاطر از یک عده از این رجال را عرض می‌کنم. راستش دیگر از این همه حرف زدن خسته شدم. خوب است بعد از این مرا به حال خودم راحت بگذارید و بروید سراغ دیگران. من درست نمی‌دانم چرا بگویم و چه چیز را نگویم. میترسم بعد بیاین بگوین چرا این حرفا رو گفتید، حالا یک چیزی بوده و گذشته. ما یک ضرب المثل معروف داریم که میگوین مرغ همسایه قاز است، نه اینکه مردم ما خیال کنن که رجال آنها و عمرای ارتش آنها و شخصیت‌های آنها ضعیف بودند و یا ضعیف هستند. اصولا انسان ضعیف است. هر آدمی در برابر یک چیزی ضعف دارد. نمی‌شود یک آدم از هر نظر کامل باشد. من آن موقع جوان‌تر بودم و این رؤسای ممالک خارجی و سیاسیون کشورهای دیگر و شخصیت‌ها و معارف و بزرگان از هر قسم و هر صنف به ایران می‌آمدند و من آنها را می‌دیدم. در آنها دقت می‌کردم، می‌دیدم نه تنها برتری نسبت به رجال ما ندارند، بلکه گاهن ضعیف‌تر هم بودند. علل خصوص آنهایی که از اروپای غربی و آمریکا می‌آمدند، خیلی در برابر پول و هدایا و زن‌ها و مظاهر مادی و زندگی دنیوی ضعیف بودند. این آقایون راکفلرها که از قدیم الایام با محمد رضا رفاقت و همکاری و در امور بازرگانی و تجارت مشارکت داشتند، یک نمونه از حرص مالاندوزی بشری هستند. با آن همه ثروت که فقط یک آسمان خراش کوچک آنها در منهتن نیویورک صد و خورده ای طبقه دارد، وقتی می آمدن به ایران می رفتن بازار عدل و گلیم و فرش و زیلو و امثاله ها می خریدن که ببرن در آمریکا بفروشند و استفاده ببرن. همین آقای رئیس جمهور فرانسه از موقعی که وزیر دارایی بود پایش به ایران باز شد و متصل به بهانه های مختلف به ایران می آمد تا از دربار قالیچه هدیه بگیرد. محمد رضا به همه این خارجی‌ها قالی و قالیچه و اسباب خرده ریز می‌داد. به زن‌هایشان علنگو و گردنبند می‌داد و می‌گفت فرهنگ غربی بر اساس مادیات است. برای یک نفر غربی هیچ چیز معنی ندارد الا پول. حالا ما فکر می‌کنیم رجال ما مالندوز و مادی بودند و بس. خیر، این فقط مختص به ما نیست. از نظر عقل و شعور هم به نظر من هیچ مزیتی بر این ملت و آن ملت نیست. خلاصه این که در میان مردم همه جا میتوان آدم های استثنایی پیدا کرد و آدم های خوب پیدا کرد و البته بد هم زیاد است.
و زیادتر از سایر اقشار، به قول محمد رضا ما که نمیتوانستیم برویم از کره ماه یا مریخ آدم بیاوریم، مجبور بودیم با همینها بسازیم. رضا شاه میگفت انسان زاییده و محصول شهوت است، بنابراین شهوات همیشه بر او غالب هستند. حالا من میخواهم به عنوان یک مادر پیر سرد و گرم چشیده که همسر یک پادشاه و مادر یک پادشاه دیگر بودم، حرف آخر را بزنم و بگویم آدمای سیاس و دیپلمات که از جوانی بلکه از نوجوانی دنبال این هستند که مملکت دار بشوند و حاکم بشوند و جزو دولت شوند و مدیر کشور و مردم باشند، ذاتاً قدرت طلب و شهرت طلب و زیاد جو هستند. خب اینها یک اون میزنن به قدرت برسن که چه معلوم هست، برای اینکه از همه بیشتر داشته باشند و بیشتر از همه از مواهب زندگی برخوردار باشند. من یک موقع رفته بودم برلین که از اتفاق ملاقاتی هم با آدولف هیتلر داشتم. متصل در آن چند دقیقه که ما پیشش بودیم وسط سالن راه میرفت و برای من حرف میزد. از حرفای جالبش این بود که شما میدانید چرا من فوهر شدم. فوهر یعنی پیشوا و رهبر. من برای این رهبر شدم چون یک بار در جوانی برای عرض مشکلات خودم و چاره‌جویی تصمیم گرفتم به ملاقات صدر اعظم بروم و مرا پیش او راه ندادند. شارل دوگل رئیس جمهوری فرانسه قد خیلی بلندی داشت. آنقدر قد بلند بود که در تخت خوابهای معمولی جا نمی گرفت. موقعی که میخواست برای بازدید رسمی به ایران بیاید و در کاخ نیاوران میهمان محمد رضا شود، قبل از آمدنش به ایران سفارت فرانسه اول کاری که کرد یک تخت خواب دراز همقدر رئیس جمهورشان به نیاوران آورد تا اسباب خواب رئیس جمهورشان آماده باشد و پاهای دراز او از تخت بیرون نیفتد و آویزان نشود. این دوگل خیلی حرفای خوبی میزد. با اینکه از قدیم گفتن آدمهای دراز عقلشان کم است، اما عقل این یکی کامل بود، بلکه یکی از کاملترین عقلها. من این دوگل را ملاقات کردم و خیلی با او حرف زدم. گفت میدانی چرا من رهبر پارتیزانهای فرانسوی شدم و بعد رئیس جمهور مملکت و چه و چه؟ برای اینکه در نوجوانی بعد هم در جوانی قدم از همه بلندتر بود و این بلندی قد باعث می شد اولا توجه همگان به من جلب شود و من از این که دیگران به من زیاد توجه می کنند راضی و خوشنود می شدم. در ثانیه چون نیک سر و گردن از همه بلندتر بودم، بی اختیار در بازی ها و امور دست جمعی ریاست مرا می خواستن. من از همون نوجوانی که ایام شکلگیری شخصیت آدم است مزه ریاست و سروری بر دیگران را چشیدم و با این طرز تلقی که حق من از رئیس هم باشم روش کردم. البته باید اینجا یک یادی از آندره گرومیکو از رهبران اتحاد شوروی کنم که مثل روسا آدم عمیقی بود و تفکرات فلسفی داشت. علت هم این است که روسا در میان ملل جهان اول ادبیات غنی را دارند و خیلی اهل مطالعه هستند. گرومیکو که چندین بار در سمت‌های مختلف به ایران آمد و زمان جنگ جهانی دوم وزیر امور خارجه اتحاد شوروی بود، عکس نظر دوگل حرف می‌زد. یک بار در سر میز شام به من گفت خطای مردان برجسته عالم در آن است که سال‌های جوانی خود را صرف آن می‌کنند که خود را شایسته توجه کنند. اما رجال ایران از چه قماش بودن؟ عرض میکنم فلان آقا دارای 500 پارچه آبادی بود. 500 پارچه آبادی که میگویم کسانی حرف مرا میفهمند که دوران قبل از رضا شاه و قبل از اصلاحات ارضی محمد رضا را دیده باشند. بعضی از این خانها و فئودالها مثل قوام الملک شیرازی مطابق 3-4 کشور اروپا یا آسیا زمین و ملک و املاک داشتند و نوک همه آنها را رضا قیچی کرد. این خانها و فئودالها چون اراضی مملکت را بین خودشان تقسیم کرده بودند و مالک مملکت بودند، حق خودشان می دانستند که در پایتخت نماینده داشته باشند و وزرا و وکلا و رئیس و رؤسا از عوامل آنها باشند. تا پایان عمر قاجاریه خودشان قاجار همین رویه را تقویت می کردند و با بخشیدن القاب پرتمطراق به این افراد آنها را صدر اعظم و وزیر و مشیر و مشار خود می کردند. این رویه در مملکت ایران نه تنها ریشه تاریخی بلکه ریشه باستانی دارد و همیشه خانواده های ثروتمند و مالدار و قدرتمند صاحب قدرت سیاسی هم بوده و
این رویه در مملکت ایران نه تنها ریشه تاریخی بلکه ریشه باستانی دارد و همیشه خانواده‌های ثروتمند و مالدار و قدرتمند صاحب قدرت سیاسی هم بوده و کشور ملک شاهزاده‌ها و سلطنه‌ها بوده است. همین وضع در طول تاریخ باعث شد که افراد با صلاحیت رشد نکنند و مملکت نتواند در شؤونات مختلف کادرسازی کند. شما ملاحظه بفرمایید که در همان دوران باستان که با آن افتخار میکنیم ما چه وضعی داشتیم؟ فقط فرزندان ملاک‌ها و خانها و رجال دربار حق تحصیل و سواد آموزی داشتند. چرا؟ برای اینکه نمیخواستن حکومت از دست عده معدودی فئودال خارج شود. احمد شاه و خانواده قاجار به دست رضا خلع شدند، اما رضا که نمیتوانست همه اعوان و انصار آنها و همه رجال مملکت را به دریا بریزد و برود. عزیزانم، اگر از ویدیوی من خوشتون اومده و براتون سودمند بوده، برای حمایت از من ویدیو رو لایک و کانال من رو سابسکرایب کنید و یادتون نره زنگوله رو هم به صدا در بیارید و روشن کنید تا هر وقت ویدیوی جدیدی گذاشتم شما جزو اولین نفراتی باشید که ویدیوی من رو میبینید. البته باعث افتخارم است که شما در کنارم هستید و حمایتم میکنید. سپاسگزارم از حضورتون و دوستتون دارم و خدا نگهدار. Thank you.